اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق به آلبانی، میانگین سنی نزدیک به 60 سال اعضا، خط سلاح نیروها و سلب شدن توان عملیاتی و بحران‌های دیگر سرکردگان این گروهک را مجاب کرد با عملیات‌های تازه‌ای به حامیان جدیدشان ثابت کنند ارزش حمایت‌های آنها را دارند. به همین سبب فعالیت‌های این گروهک با بیش از 1200 نفر کاربر و تعداد زیادی ربات روی عملیات‌های سایبری متمرکز شد. اعضای این گروهک در فضای مجازی از حساب‌های کاربری با موضوعاتی مانند سلطنت طلبی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، باستان‌گرایی و نژاد آریایی استفاده می‌کنند. عضوگیری برای انجام عملیات خرابکاری در کشور، تغییر اعتراضات به آشوب و درگیری، الغای حس ناتوانی به جامعه و دروغ پراکنی و شایعه سازی از مهمترین و مخربترین فعالیت‌های منافقین در فضای مجازی هستند. تحریم انتخابات، تخریب چهره‌ها، مسئله هسته‌ای، رهبر انقلاب، مسئله ویروس کرونا و ساخت واکسن بیشترین پست‌های پر از دروغ منافقین را در حساب‌های جعلی توییتری، فیسبوکی و اینستاگرامی به خودشان اختصاص دادند. استفاده زیاد از ربات‌ها، تعداد بالای حساب‌های کاربری در پوشش‌های مختلف، مشکلات چند سال گذشته کشور و بی‌اطلاعی مردم از واقعیت‌ها به مسموم کردن هرچه بیشتر فضای مجازی توسط منافقین کمک کرده است. این روزها باقی‌ماندگان پیر و منفور تروریست‌های عملیات فروغ جاویدان از فاصله 3000 کیلومتری در حال ترور اعتقادات و اعتماد مردم به نظام در فضای مجازی هستند.